آخ آخ چه خوشگل شد. رفت به تاکشن لیتی چیز ولی بعد که میخوام بریم که همه دارن سلام به همگی، یه روز دیگر رو میخوام با هم آغاز کنیم. امشب ما تولد دعوت داریم، باید کارامون رو انجام بدیم و دیگه بعد از ظهر بریم. خواستم امروز با ما باشید. دیدید روزی که میخوایم بریم، حالا عروسی، تولد، یه مهمونی میخوایم بریم، چقدر صبحش کار داریم. من بیشتر اوقات زمانی که مخصوصا عروسی میخوایم بریم، یه ناهار ساده درست میکنم، یه عدسی، یه چیزی که با نون خورده بشه، چون میدونم توی عروسی بالاخره شام سنگین میخوام بخورن، غذای آنچنانی درست نمی کنم. ولی امروز که میخوام بریم تولد، خب تولد خودمونیه، اونطوری عروسی اینا نیست، یه کبابی میخوام درست کنم، یه مدل کباب مایتابه‌ای هستش که با سبزیجات درست میشه توی فر، خیلی خوشمزه میشه. گفتم امروز هم همراه ما باشید که داریم کارامون رو انجام میدیم بریم، همین که این کباب خوشمزه رو برای شما هم به اشتراک بذارم دستورشو. بعد من خودم از بچگی عروسی و این مراسم ها رو کلن دوست داشتم، یعنی وقتی که من جای عروسی دعوت میشم، از زمانی که من دعوت میکنن تا تاریخ عروسی همینطوری تو فکرم که چی کار کنیم، چی بپوشیم، اصلا زوم کنم براش. ولی خیلی وقته که یه عروسی ما دعوت نشدیم، خیلی وقته، از کرونا به این طرف دیگه اصلا نشده. حالا فامیل دم وقتی نداشتیم، دوست آشنایی نبودن، که کلا عروسی ها به نظر من خیلی کم شده. قدیما ما میرفتیم بیرون، مخصوصا روزایی که عید بود، حالا روزای تعطیلی بود، خیلی ماشین عروس میدیدیم، ولی خیلی خیلی کم شده. یعنی باور کنید من از کرونا به این طرف اگر بگم 5 تا رو هم من ماشین عروس دیدم، اینقدر تعداد عروسی گرفتن و مجلس گرفتن و کم شده. حالا به خاطر وضعیت اقتصادیه، نمیدونم، ولی خب اقتصادم واقعا 100% میتونه دخیل باشه توی این امر. گوشی من دیگه داره شارژش تموم میشه، بزنم تو شارژ و که میرم نهار درست کنم، مراحل نهار رو براتون بذارم. اینجا گوشت دارم، فلفل دولمه ای دارم، برم گوجه‌ام بیارم با پیاز. این پرایمر صورت زیرساز و تثبیت کننده آرایش من توی یخچال نگهداری میکنم، به خاطر اینکه دیر به دیر لازم دارم میذارم توی یخچال. خب من پیازا رو پوست بکنم و بریزم توی غذا ساز. پیاز خریدم از اینه که مخلوط همه با همه، ریزاش مونده و درستش استفاده شده. حالا اینا رو پوست بگیرم بندازم. این کباب تابعی، حالا من میخوام بذارم توی فر، ولی این حالا کباب تابعی هم بهش نمیگم، یه مدل کبابه، من میگم کباب سبزیجات. ولی من یه بار یه کباب برای کشور افغانستان رو درست کردم، اسمش چپلی کباب بود، یه همچین چیزی بود، ولی خب توی اون سرخ میشد توی تابه. من اینو همین شکلی درست میکنم، میذارم توی فر، فر خیلی خوشمزه تر میشه. گوجه فرنگی هم از گوجه سفت استفاده میکنیم. صدای حسینی میشنوید توی همون داره میخونه. ببینید این قسمتش که آب داره و بهتر جدا کنیم، گوشتش رو بریزیم که آب نندازه تو کباب. ببینید این شکلی. بعد میتونید برای روش با اونا سس درست کنید. اینم فلفل دونه. این مشکلی که قهوه ساز ما داره اینه که من نمیدونم، حالا چون بخار 5 بار بخاره کمه. روشن کردی حسین؟ چی؟ روشن کردی؟ نه این با این حالت خامه ای نمیده قهوه رو. من مشکلم باش اینه، مثل همین حالت موکاپات که معمولی درست میکنیم، مثل اون درست میکنه. من دلم میخواست خامه دار بشه که
که میگن باید بخار بیشتری باشه. بعد بعضیا گفتن که این قسمتشو، این فیلترشو اگر عوض کنیم حالت خامه‌دار میشه. حالا می‌خواستم از شما بپرسم ببینم درسته که بریم هزینه کنیم. چقدر بود قیمتش؟ این تو پردیس 500 تومن، بازار بزرگ 250 تومن. یعنی می‌کنه اون کارو؟ نمی‌دونم، این چیزی که به من گفتن. حالا یه روز عوض می‌کنیم دیگه. اینجا این سبزیجاتو میذارم میکس میشه کامل که با گوشتمون مخلوط کنیم. حالا این نظر آب قبل بود من یادم رفت خالی کنم، ولی در غیر کل از این که آبش زیاد باشه خامه نداره. اینو میگن باید عوض کنی. یه چیزش هم بود مثلا میگفت پارچه بذاری، یه تیکه پارچه بذاری توش خامه میشه، ولی خب یه جا نوشته بود خیلی خطرناکه میتره. نه پارچه نمیذاری، میترسه. خب من برم برای غذا. اینو الان ما مخلوط میکنیم، آب داره، حتما آبشو بگیرید که کبابامون وا نره. چه شیر فومدار خوبی شد. آخ آخ چه خوشگل شد. سرنگ میشه. آه داره میاد پایین. تا من درست میکنم ترکه مارم درست کن. بخور حالا قهوتو بده. خیلی وقت پیش تیبا 15 میلیون بوده؟ صفرش 15 میلیون بوده. بعد اینا فروختن گذاشتن رو پولشون اومدن این خریدن. خونهشون چند خریدن؟ 120 بود. وای وای وای. چند وقت پیش؟ تاریخشو نمیدونی؟ اینجا من هم ادویه کیجن زدم دیگه درستشو تلفظ کنم، هم پودر سیر، نمک، فلفل سیاه، یکم هم فلفل هالوپینو. مخلوط که شد اون سبزیجات رو اضافه میکنم. دست درد کمیش کن. مرسی. میخوام یه دونه از این رافای دو طبقه بگیرم، بعد دنبال اینم که یه طبقهش بلندتره، طبقه بالاش کوچیکتره. جایی پیدا نمیکنم که این ادویه‌امو بچینم، اینجوری همسد نباشه، یکم بالا و پایین باشه، هم جا بازتر باشه، هم راحتتر بردارم. خب حالا دیگه سبزیجاتمونو میریزیم توش. یکم آرد سوخاری هم میتونید بریزید توش که اگر که احساس میکنید آب داره. نهارم درست کنم برم موامو سشوار بکشم، کارامو انجام بدم، یه موقع وقت کم میاریم. قهوه ترکم آماده شد، ببینید چه خامه‌ای داده روش. اینم کبابو که آماده کردم، یکم مزه بگیر و بذارم توی سینی بذارم توی خب این تا پیش گرمایشش بوق بزنه و گرم بشه من برم موهامو سشوار بکشم و بیام. آقا اینا همینطور که میبینید اینطور مواقع دقیقه آخر حاضر میشن، این خیالشون هم نیست، از همه هم بهتر میشن. اینقدر راحتن، یعنی یه چورت هم میخوابن تا موقع مراسم. اینطور مواقع من برنج رو دمی میکنم، راحت تر رو دست میاد، زمانم نمیبره. بعد اینکه قبلا رو برای دمی کردن برنج فکر کنم به شما هم گفته بودم، برنج رو خیس نمیکردم، من میشستم
بعد دیگه دمه میکردم که دوندون در بیاد، خیلی حالا نخواد له بشه و نرم بشه، چون زیاد کته زیاد من دوست ندارم، کته خیلی غلیظ. قدیم ها میگفتن برنج رو همینطوری میذاشتن که بدون این که حالا موادی بهش اضافه کنن، میذاشتن برنج درست بشه و آماده میکردن برای فروش. ولی الان من شنیدم که یه موادی به نام آرسنینگ بهش میزنن که یه حالت سم داره، یه حالتی هستش که خوب نیست که توی برنجمون باشه، باید شسته بشه و خیس بشه. به اندازه نیم ساعت اگرم بخوام دمی کنم حتما برنجو خیس میکنم، آبشو خالی میکنم، بعد درست میکنم که این آرسنینگ ازش خارج بشه. این نکته بود که چند وقت شنیدم، دلم خواست به شما هم بگم. برنجم هم دم شد و دیگه ببینیم کبابا در چه حالی. داره درست میشه. آخر سرم یکم گریل رو میزنم، چه آبی هم انداخته. چه برنج دونی در آوردم با اینکه دمیه. اینم از کباب ما که میگم آبدارتر میشد بهتر بود. یکم بیارم جلو ببینید چه خوشگلش. ببینید آبای کنارش نباید جمع میشد، من زدم رو گریل یادم رفت. ببینم نیمیشا برای من یه ذره موجه میذاره برای میشه دوست نگیم موجه کاره. برای زیر سایه حتما از این پودرای فیکس استفاده کنید، خیلی خیلی خوبه. دیدید سایه پخش میشه، ولی پودر فیکس که زیرش استفاده کنید سایه‌تون کامل سر جاش میمونه. امروز برام یه بسته اومده از طرف یکی از همراهان عزیزم، سارا خانم عزیز، برام هدیه فرستاده. گفتم باز کردن این هدیه های خوشگله و بذارم با شما فیلم بگیرم که با هم دیگه ببینیم چیه. سایه خوشگلی. چه رنگای شاد قشنگی. خیلی عالیه. او رژ لبای مایه، ریمل. از این ریملای کامله که حالت دهنده و همه چیز داره. این چیه؟ اینم رژ لب و برق لب و خط لبه. او با تراشش. دستتون درد نکنه. وای خدا چقدر هدیه رو من که اینطوری هم، یعنی هدیه که میرسه به دستم خیلی ذوق میکنه. اینم کرم ضد آفتاب. چه چاقوهای گوگولی خوشگلی. وای 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 دستگیره ها رو. اینم آبورسه با این چنگالای بادمجون. ای خدا خدا من عاشق پارچه های توپ توپی هم. مامانم همین جوریه. دستتون درد نکنه. اینم از حوله های آشپزخونه. این چیه؟ آها اینم چیزه، همبرگر زنه. این به درد حسین میخوره. حسین ذوق میکنه از خواب بیدار بشه. اینم حوله های آشپزخونه. وای خدا دستتون درد نکنه. با سینی بزرگ. چون تیم امشب گفته نارنجی یا زرد باشه، من لباس نارنجی نداشتم ولی گلای نارنجی داره لباسم. بذار نشونتون بدم. ببینید اینه. گفتن گلای نارنجی داره دیگه. اینو میخوام بپوشم. بعد باید سایه انتخاب کنم براش. به نظر من قهوه‌ای و حالا نارنجی خوب باشه برای سایه. مولودی نمیخوای بری کس ساعت 5؟ تولد ساعت 10 تازه باید شروع شد. خب دایی گفت زود بیاید. اشکال ندارم ما دیر بیاید. ما همه جا باید دیرتر از اون چیزی که میگن بریم. چرا؟ چی؟ چرا؟ کلاس کاره دیگه. حالا این فیلم بگیریم نمیچسبه. به این میچسبه. این نداره. پرنسام چسبی شد.
میگم تا جلوش بیایم. چه خوب آرایش کرد خونه باشه. بخواه کلا من نگه داری. آره نمیذاریم بری دیگه. مامان یه شو زنده گفته تو لیست 5 تا پول جمع کردم. یعنی چی؟ من انقدر غذای مرغ گوشتی میخورم غر میزنم تو خونه واسش. من گفتم بد غذا نیستی. نه خب مرغ گوشت زیاد دوست دارم فقط. ما نگی نیست چیزی خرجمون حالا هیچی ولی اعصابمون راحت تره. قور نمیزنه بگه چرا این غذا رو درست کردی. نگین همه مرکز تتومون رو بزنیم همونجا زندگی کنیم. آره بیا همه مرکز تتومون. خب اون بر بالا بالا. خب ما حاضر شدیم. محمد اومده دنبال ما. با هم بریم. بچه ها ولی هنوز حاضر نشدن دخترها. یه با پله بریم بزنیم. بریم. اومد آسانسور. اومد دیگه. خب پله میری؟ فقط نمیدم با آسانس برای یه با پله رفتم. ما اینجا طبقه همکفی ولی وقتی که میخوام بریم توی پارکینگ چون دو طبقه پارکینگ داره دو طبقه رو باید بریم پایین. به خاطر این من با آسانسور رفتم یه زانون درد که تنبیده ولی پله هم اصلا حالا حقیقتش رو بخوایم پله واسه زانون گر اصلا خوب نیست. دیکیه خوب شد. من با دخترم ست شد. بله. آمده بیشت سر کرد که با دخترش ست شد. تو ماشین نشسته بود؟ چرا؟ رفت به کامشن لیچی. رفت بیا حالا یه عکس از ما بگیر. حالا فیلم بگیرم ازش. بدی. خب. مال علیه. همه دارن که عکس میگیرن. همه دارن خدافظی میکنن. من از اینجا براتون بگیرم. اینا رو هانی جون چیده توی فیر. به تولد باید گوشی تونه نگاه کنیم. گوشی خواهی تولده ببینیم. من چش خب تولد تموم شد همه دارن میرن خونه هم اینجوری شد
هرچی به هانیه میگیم فردا بیام کمکت قبول نمی کنه. بابا خوش گذشت عروسی، میگم عروسی علی، تولد علی خوش گذشت. خیلی خب خدافظ. من گفتم پشت صحنه ها رو که هانیه توی در ویدیو نمیذاره براتون رو من بذارم، همه حاضر شدن دارن میرن. مرسی که همراهمون بودید، خدا نگهدار.